یه چیزی که توی سایت میاد اول وای میسته صرفا بهترین نیست که، یعنی سبکای مختلف هست، یعنی اصلا بهترین توی هیچی وجود نداره، بیخیال شید. چرنوبیل یه مینی سریال 5 قسمت است که داستانش از روی اتفاقاتی که 1986 تو یوکرین امروزی و شوروی سابق یعنی سوویت یونیون قدیم اتفاق افتاده ساخته شده. فاجعه چرنوبیل اصلا چیز کوچیکی نبوده، من ازش مستند دیده بودم، درش مطالعه کرده بودم، یکی از بزرگترین فجایع انسانی تاریخه. یه نیروگاه اتمی تو شهر چرنوبیل منفجر میشه، هستش اکسپوز میشه، به اموت بسیار زیادی رادیواکتیو میده به هوا، آدما خیلی میمیرن، تا همین الان هم دارن میمیرن، سرطان میگیرن، کلا خیلی سفاکتا. تجویزم اینه که قبل اینکه برید مستند چرنوبیل رو ببینید بیاد این سریال رو ببینید. من نمیدونستم اصلا این سریال میخواد ساخته شه، اول مستنداشو دیدم ولی انگار اشتباه کردم. کل سریال یه طرف، قسمت اولش یه طرف، یعنی منو قشنگ برداشت برد به 1986 شوروی سابق، اون روزی که اون اتفاق افتاد. من فهمیدم چه چیزی سریال چرنوبیل خاص میکنه، اینه که میتونه بلندت کنه، ببره 30 سال عقب‌تر توی مکان و زمان کاملا واقعی، وسط یه فاجعه کاملا واقعی بندازتت و اون حس دلهوره‌ای که اون آدم ها اون زمان داشتن رو بهت منتقل کنه و این خیلی چیز کریپیه. سریال خیلی آنکامفورتبلت میکنه، یعنی راحت نیستی، یعنی هر وقت همش داری میبینی احساس راحتی نداری، احساس میکنی یه چیز فاکتاپی در حین اتفاق افتادنه و هیچ کدوم آدمایی هم که حتی دارن یه کمکی میکنن هیچ کمکی از دستشون حتی بر نمیاد. یعنی قسمتی داره تو بیمارستان همه دارن میدونن این ور اون ور میرن، از دکترا و پرستارا سوال میپرسن تو همون شهر چرنوبیل، و مشکلی که هست اینه که توی بیننده میدونی حتی اون دکترا و پرستارایی که دارن تلاش میکنن آدمای مریض رو خوب کنن، همه آدمایی که تو اونجا قراره بمیرن، چون شهر هایلی رادیواکتیوه، خیلی فاکتاپه. یعنی که تو اون سکانسی که داری میبینی هیچ امیدی نباشه و این قضیه واقعی هم باشه و از روی واقعی از ساخته شده باشه، میره رو مخ و همه چی به طرز فاک فاک رادیواکتیوه. بعد یه سری سربازا آتش نشانای روس با اون دستای کوچیکشون میرن مثلا سیمتری هسته رادیواکتیو اتمی واسادن، دارن مثلا آب میریزن روش، یا مثلا با هلیکوپتر رفتن شنوماسه میریزن اونجا، در حالی که You're gonna die dude, go out. بعد دیگه اوج شیت قضیه اونجا بود که اون سه نفر فرستادن زیر زمین اونجا که خیسم بود، بعد نمیدونم یه کاری میکردن، بعد اون صدای اون دستگاه رادیواکتیو هی داره شدیدتر میشه، زمین خیسه، خیلی چیز ناجوری بود. یعنی فکر کنی کار تاسوب میری سر کار، یارو میگه این لباس ضد رادیواکتیو رو بپوش برو اونجا، احتمال زیاد میمیری، ولی برو اونجا زیر اونجا تو تاریکی برام یه دگمه بزن برگرد بیا بیرون. یعنی آدمایی که این کارو کردن فاک. ولی جدا از جلوه بصری و دلهوره ها و همه چیزایی که به صورت میدیا این سریال داره بهمون میده، حرف اصلی این سریال بیشتر با گاورمنت ها و دولت های دنیاست، من فکر میکنم. یعنی خب همه میدونن که شوروی یکی از فاکتاپ ترین حکومت های دنیاست، حکومت های کمی هم نبودن که تو طول تاریخ به این مدل با مردمشون رفتار کردن. یعنی دروغ میگن، اطلاعات واقعی رو نمیگن، همه چی رو به سیکرت تبدیل میکنن و انقدر سالهای پشت سر هم این کار رو میکنن که همونطور که سریال گفت حقیقت و اون راست قضیه رو اصلا یادشون میره خود اون آدم ها. یعنی بعضی وقتا سیستم انقدر دروغ میگه و انقدر طولانی مدت این کار رو میکنه که کاملا رو ریل دروغگویی میفته، یعنی اصلا اون مسیر اصلی و واقعی رو اصلا یادش میره، توی ایلوژنی قرار میگیره. و پیام سریال دقیقا این بود که حقیقت رو هر کاری کنی میزنه بیرون، یعنی اصلا هیچ نیروی نمیتونه حقیقت رو دفن نگه داره، تو هر کاری کنی بالاخره این میزنه بیرون. یه جوری تو سریال هسته منفجر میشه، مسئولین اصلا میگن نه اصلا چیز خاصی نیست، و مردم میان به مسئولین میگن آقا این اتفاق افتاده شهر تخلیه کنی، مسئولین مخالفم میگن نه اخبار میگه آبرون جورا آمریکایی‌ها میره. بعد انقدر این داستانو کش دادن که دیگه اخبار گفت تو فرانکفورت تو آلمان بچه‌ها رو نمیذارن تو کوچه بازی کنن، چون که تو چرنوبیل تو اوکراین یه فاجعه‌ای رخ داده. بعد از پنجره بیرون نگاه میکنن تو شهر چرنوبیل ملت خیلی ریلکس دارن قدم میزنن، یعنی جایی که اولین جا باید تخلیه شه اصلا حتی اعلام نکردن به مردم. آقا راستی تیم بازیگری بگم، جرت هریس عالی بود، عالی بازی کرد، ولی کسی که جرت هریس تو مدمن دیدن یه شباهت جالبی بین کاری که کاراکترش اینجا میکنه و تو مدمن میکنه هست، فکر کنم فهمیدید. یه چیز جالبی که در به چرنوبیل خوشم اومد این بود که سریال اور داره چیکار میکنه،
میدونه در مورد چی داره میدیا میسازه. یعنی یه فاجعه ای بوده که آدمای زیادی مردن، آدمای زیادی سرطان گرفتن، آدمای زیادی خونهشون رو از دست دادن، زجر کشیدن. کاملا سریال میدونه چجوری رفتار کنه، هیچ گونه لودگی، شوخی، مسخره بازی، یعنی هیچ چیزی نداره سریال، کاملا از کانسپت درونی خودش اوره و من خیلی کم میبینم تو سریالا در این لول این قضیه رو رعایت کنن. بیشتر از اون که این سریالو به مردم عادی پیشنهاد بدم، این سریالو به هر کسی که تو هر سازمانی مسئوله پیشنهاد میدم. پیام اصلی این سریال اینه که در هر حالتی راست بگیم، no matter what راستشو بگید اوکی میشه. دروغ گفتن جواب نمیده، گندش در میاد، راستشو بگید اوکی میشه. مینی سریال چرنوبیل تو سبک خودش پرفکت، نمرش 10 از 10. من بخوام در مورد تمام نکاتی که تو 5 تا اپیزود بود باهاتون حرف بزنم، تا صبح بعد اینجا حرف بزنم، پیشنهاد میدم خودتون برید ببینید، لذت ببرید. اگه نکته جالبی دیدید من قلم انداختم یا هر نظری در مورد سریال دارید برام کامنت کنید، تو استوری اینستاگرام پیج رو دنبال کنید، یوتیوب رو سابسکرایب کنید. فعلا.